از آنجایی که ترانسپورت هوایی بین المللی نیازمند معیاری بودن میدان‌های هوایی و مسئولیت پروازها میباشد، حکومت افغانستان متحد است که برای تجهیز و معیاری ساختن میدان‌های هوایی افغانستان تلاش می‌ورزد. یک از اقدامات حکومت افغانستان و همکاری کشورهای کمک کننده در همین راستا بازسازی میدان هوایی شهر مزار شریف است. در این میدان یک ترمینال که با امکانات پیشرفته مجهز است، برج مراقبت هواپیماها، خط پرواز، تقویت بخش اطفائیه و تأسیسات دیگر به تازگی ساخته شده است. با فعالیت این بخش ها میدان هوایی مزار شریف به یکی از میدان های بین المللی مبدل شده و سهولت های زیادی برای مسافران و تاجران فراهم می شود. کار بازسازی میدان هوایی شهر مزار شریف حدود 3 سال پیش آغاز شد و در حال حاضر کارهای ساختمانی آن تکمیل شده است. گفته می شود با مواصلت برخی تجهیزات تکنیکی و انرژی برق شهری، این تأسیسات به طور رسمی به بهره برداری سپرده خواهد شد. این تأسیسات با کمک مالی کشور آلمان و امارات متحده عرب به هزینه حدود 70 میلیون یورو توسط یک شرکت ترکی ساخته شده است. گفته می شود این میدان از لحاظ تجهیزات و امکانات در منطقه کم نظیر خواهد بود و بزرگترین هواپیماها می توانند از آن با مسئولیت نشست و برخاست کنند. مقام های محلی ولایت بلخ می گویند با گشایش این میدان تحول بزرگ در اقتصاد ولایت بلخ به وجود خواهد آمد. اما نبود برق و مصارف هنگفت جنراتورها یکی از مشکلات این میدان خوانده می شود. با این حال برخی مسافران ایجاد ترمینال جدید در این میدان و سهولت هایی که فراهم می شود را در بهبود خدمات ترانسپورت هوایی مؤثر می دانند. فعلا داره که میدان به سیستم بین‌المللی ساخته می شود و مردم می تونن که از سهولت ها استفاده مسمیر خوب بکنند. واقعا در خط یک پیشرفت ترقی برای مردم افغانستان محسوب میشه. پرواز خارجی که شروع شد چیز واضح است که برای مردم هم خوب است، برای رفع مشکل مردم هم میشه. باید همه ما باید اول به کابل بیاییم، از خارج، از کابل به طیارهای دیگر تا اینجا بیاییم. اگر پرواز خارجی شروع شد بسیار کار خوب میشه. فقط تن نگواری کابل تا دایرک بدل ترازو وقت بم بچت شی انور اسندیان بم پیدا شی. دیدگاه نمایندگان مردم در شورای ولایتی بلخ در رابطه با بازسازی و تجهیز میدان هوایی این ولایت چیست و بین المللی شدن این میدان از چه اهمیت در زون شمال برخوردار است؟ فرودگاه به اصطلاح با معیارات بین المللی را با خود نداشتیم. حجاج مرکزی ولایت بلخ و یا سم شمال افغانستان که همیشه میایم بلخ یک خواستگاه به اصطلاح شمال افغانستان است، می آمدن و می رفتن به کابل. در اونجا چقدر مشکلات را می دیدن، در اونجا چقدر تکالیف و زحمت شب و روزی، چقدر با پولهای انگفت مصرف می کردن در میمان خانه ها و میمان سراها شب زندگی می کردن، مالشان گم می شد، به وقت زمانش اینا انتقال نمی شدن و بالاخره وقتی که پروسی حج تکمیل می شد، یک روند بسیار سیستماتیک بود که تقریبا 2-3-4 ماه در بر می گیره، هم انتقال و هم بازگشت از اینا. این همه موارد است که سهولت ها را با گشایش میدان و با ساختن خط جدید رنوی انشاءالله این سهولت ها را برای مردم نه تنها برای بلخ بلکه از شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان همه اوجا از این انتقال میکنند. اما اکنون افزون بر میدان هوایی کابل، گفته می شود که پروازهای خارجی از میدانهای هوایی هرات، کندهار و مزار شریف صورت می گیرد. اما به باور برخی از آگاهان، نیاز است تا با معیاری سازی میدانهای هوایی دیگر ولایت ها، زمینه پروازهای مستقیم خارجی از این میدانها نیز فراهم شود. زیرا با این کار گذشته از آن که از تلف شدن وقت جلوگیری می شود، سهولت ها نیز برای تاجران و باشندگان ولایت های کشور بیشتر خواهد شد.